سلام و وقت بخیر. سرخط خبر ده. ناخشنودی ناتو از ادامه خشونت ها در افغانستان. دبیر کل ناتو رمند صلح افغانستان را شکننده می داند و می افزاید که طالبان به اجرای توافقنامه صلح با امریکا پابند نیستند. این گفتگوها شکننده و دشوار هستند. هیچ تضمینی برای پیروزی این روند وجود ندارد. انتخاب یک پژوهشگر شورای اتلانتیک امریکا از سیاست‌های ترامپ در افغانستان. جیم گولبی سیاست‌های ناروشن دونالد ترامپ را سبب جسور شدن طالبان و ناتوان شدن حکومت افغانستان می‌داند. نیروهای موجود به اساس فرمایشات آقای ترامپ که قبلاً گفته بود ما می‌خواهیم تعداد کاهش بدیم و به حداقل برسانیم، یا بحث خروج قطعی مطرح بود، یک بحث منتفی است. روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز. شمار سازمان جهانی بهداشت میگوید که نزدیک به 8000 تن در افغانستان به این بیماری مبتلا هستند. آماری که در HIV پیش ما موجود هست متاسفانه بیانگر واقعیت شوم موجود در جامعه نیست. و گرد همایی هزاران تن از مخالفان حکومت پاکستان در شهر ملتان این کشور. مشروع خبرها. ناتو از حکومت افغانستان میخواهد که با حسن نیت مذاکرات صلح را با طالبان ادامه بدهد. دبیر کل ناتو روند صلح افغانستان را شکننده میداند و میافزاید که طالبان به اجرای توافقنامه صلح با امریکا پابند نیستند و سطح خشونت ها را در افغانستان بلند نگه داشتند. شریف امیری گزارش میدهد. پس از پخش گزارش نیویورک تایمز درباره این که گویا رئیس جمهور غنی مانع پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان شده است، اکنون دبیر کل ناتو از حکومت افغانستان می خواهد که این مذاکرات را با حسن نیت دنبال کند. این گفتگوها شکننده و دشوار هستند. هیچ تضمینی برای پیروزی این روند وجود ندارد. ما از طالبان می خواهیم که تمامی تعهداتشان را عمل کنند، اما من همچنین از حکومت افغانستان می خواهم که از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کرده و با حسن نیت مذاکره کند. در حالی که وزیران خارجه ناتو امروز و فردا سرگرم رایزنی ها درباره مسائل مهم جهانی از جمله اوضاع افغانستان هستند، سفیر امریکا در ناتو سطح بلند خشونت ها را سوی طالبان انتقاد می کند و این گروه را متعهد به عملی ساختن وعده هایشان نمی داند. ما هیچگاه فکر نکرده ایم که مذاکرات آسان باشند و روشن است که آسان نبوده است. فکر نمی کنیم که طالبان به توافقنامه پابند باشند. سطح خشونت ها بلند است و مردم و نیروهای افغانستان بهای سنگین می پردازند. گزارش نیویورک تایمز نشان می دهد که پذیرفته نشدن متن مقدمه کارشیوه آغاز مذاکرات صلح از سوی رئیس جمهور غنی بار دیگر مذاکرات صلح را با بن‌بست روبرو کرده است. گزارشی که از سوی حکومت افغانستان رد می شود. حکومت طالبان تا د سولې لپاره زیات انعطاف کړی، 15000 بندیان یې ورخوشي کړل، خو بدبختانه طالبانو د مذاکراتو په دغ روان بهیر کې خپل خشونت لا زیات کړی دی، کم کړی نه دی. منابع آگاه از مذاکرات صلح میگویند که حکومت افغانستان خواهان گنجانیده شدن فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح نیز همچون اساس این مذاکرات است. اشرف غنی خو رئیس جمهور دی و دی فکر کوي چې د صلح موافقه معنا دار چې ما دا موقف بدل منځزي، اما اوس دا خبره دا تهدید اوس موجود نه ده. مخالفت ها درباره کارشیوه آغاز مذاکرات صلح در حال بالا گرفتند که نیویورک تایمز از زبان سه مقام دولتی گزارش داده است که رئیس جمهور غنی در متن مقدمه این کارشیوه به جای نام های دیگر می خواهد که نام رسمی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان نگاشته شود. نشر عکس یک عضو گروه طالبان زیر عنوان یکی از فرماندهان این گروه در ولایت غزنی سوی وزارت دفاع ملی با انتقادهای روبرو گشته.
وزارت دفاع ملی دیروز گفت که حمزه وزیرستانی سازمانده حمله هراس افغانانه بر یک از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در شهر غزنی در ولسوالی گیروی آن ولایت کشته شده. اما شام دیروز روشن شد که عکس نشر شده در یک خبرنامه این وزارت از یک جنگجوی طالبان در پکتیا بوده. شمار از اعضای مجلس نمایندگان نشر اطلاعات نادرست را از سوی نهادهای امنیتی سبب به اعتبار شدن این نهادها نزد مردم می دانند. تمیم حمید گزارش می دهد. وزارت دفاع ملی در خبرنامه درباره کشته شدن یک فرمانده طالبان به نام حمزه وزیرستانی در ولایت غزنی این عکس را زمین ساخته بود. اما پسانتر یک از سخنگویان طالبان در توییترش نگاشت که این عکس از یک عضو دیگر طالبان در ولایت پکتیا است و تصویری از وی را نیز پخش کرد. اول اداره چې کومه ادعا کړی ده د هیڅ حقیقت نه لري او دروغ دی. زه الحمدلله رو جوړه تیار یم. کشته شدن حمزه وزیرستانی تر راه حمله محتربم درست قبل در مرکز ولایت غزنی از سوی نیروهای ما 100% و کاملا دقیق است و تصویر این شخص نیز بعدا تصحیح گردید. پخش اشتباه عکس ها به جای عکس های فرماندهان طالبان و یا افراد دیگر زیر پیگرد نیروهای دولتی پیشی نداشته است. در هفته های اخیر در چندین مورد دیده شده است که عکس کسانی به جای افراد زیر پیگرد پلیس در بخش های از شهر کابل نصب شدند. هفته پیش یک از افسران نیروهای ویژه پلیس که از ماموریت در هرات به کابل برگشته بود نیز در گفتگو با تولونیوس چنین شکایتی را مطرح کرد. اگر کسانی ادعا دارند که عکسشان بدون موجب چاپ شده میتونن به حوزه مربوطه مراجعه کنن و به دلایل مقنع این موضوع قابل رفع است. در این میان باورهای وجود دارند که طرفهای درگیر در کشور اکنون بیشتر از پیش در تلاش هستند تا اشتباهات اطلاعاتی یکدیگر را برخ بکشند و از این راه گذر به سود خودشان بهره بگیرند. و اما ادامه چنین اشتباهات از سوی نهادهای امنیتی چی پیامدهایی خواهد داشت؟ ما دیدیم بار بار که اطلاع کشفی که برای مردم داده شد تروریست کشته شده، بعد دیدیم که زنده شده، تروریست گرفته شده، بعد دیدیم که او گرفته نشده، یا برخورده بسیار تبلیغاتی صورت میگیره. عدم دقت بیشتر در این مورد میتونه در برای اعتماد نیروهای کشفی استخباراتی مملکت ما صدمه وارد بکنه. در چنین اوضاعی ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که تمام تصویرهای پخش شده از نشانی این نهاد پس از بررسی‌های دقیق و چند بار همگانی می شوند. این ریاست بر اما جم گلبی یک پژوهشگر شورای اتلانتیک امریکا سیاست‌های ناروشن دونالد ترامپ را سبب جسور شدن طالبان و ناتوان شدن حکومت افغانستان می‌داند و می‌گوید که با وجود اطمینان دهی مکرر زلمه خلیلزاد از مشروط بودن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان هرگز برابر با انتظار پنتاگون و سران ارتش ناتو عمل نکردند. به گفته او دونالد ترامپ و مایک پامپیو رئیس جمهور غنی را زیر فشار قرار دادند تا به طالبان امتیازهای غیر ضروری بدهد، اما با باور او در بدل این امتیازها هیچ چیز به دست نیامده. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد. ترامپ وضعیت بد را در افغانستان بدتر می کند. این عنوان مقاله ای از جیم گولبی پژوهشگر شورای اتلانتیک امریکا است. او به این باور است که مانورهای ترامپ همچنان رئیس جمهور غنی را ضعیف کرده است و در حالی که واشنگتن و طالبان مذاکره کردند، ترامپ و مایک پامپیو رئیس جمهور غنی را فشار دادند که امتیازهای غیر ضروری به طالبان بدهد، اما در مقابل هیچ چیزی به دست نیاورد. اگر حکومت افغانستان بدیل ازیر نداشته باشند، بدیل ازیر جستجو نکنند، ممکن وضعیت امنیتی افغانستان رو به خرابی شود و هم امکان ازی میره که پای هم ولسوالی ها و ولایت ها هم به سقوط مواجه شود. او میگوید که دونالد ترامپ از روزی که بر ریاست جمهوری رسید نتوانست تصمیم خودش را درباره این که آیا ایالات متحده باید در افغانستان به جنگ خود ادامه دهد یا به جنگ بی پایان در این کشور پایان دهد درست عمل کند. از دیدگاه این پژوهشگر تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ برای کاهش خودسرانه سربازان آمریکایی به 2500 تن تا 15 ماه جنوری سال آینده این نیروها را با خطرها و چالش‌های بیشتر در ماموریت‌های ضد هراس افغانی و کمک به نیروهای افغان قرار داده است. اما به گفته جیم گولبی ترامپ هنگامی که از رفتار جنرالان نظامی خسته شد کلید پایان جنگ را به زلمه خلیلزاد داد. رئیس جمهوری بعدی باید در رابطه با مسئله اقامت و عدم اقامتش در افغانستان بحث کنه.
نیروهای موجود به اساس فرمایشات آقای ترامپ که قبلا گفته بود ما میخواهیم تعداد کاهش بدیم و به حداقل برسانیم، یا بحث خروج قطعی مطرح بود، یک بحث منتفی است. در همین حال دبیر کل ناتو بار دیگر تاکید کرده است که ناتو به ماموریتش برای آموزش نیروهای دولتی افغانستان ادامه میدهد. ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفته است که تعداد نیروهای خود را بیشتر کاهش دهد. اما ماموریت آموزشی ناتو با بیش از نیمی از نیروهای کشورهای دیگر ادامه دارد. هیچ کس نمی‌خواهد بیش از زمان لازم در افغانستان بماند. دبیر کل ناتو می‌گوید که اوضاع افغانستان این سازمان را در دوراهی قرار داده است. در ماه‌های آینده ما ارزیابی حضور خود را بر بنیاد شرایط موجود در افغانستان ادامه خواهیم داد. ما با یک معضل دشوار روبرو هستیم. آیا باید آنجا را ترک کرد و این کار این خطر را دارد که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی امن برای هراس افغانان جهانی تبدیل شود؟ یا در آنجا بماند و خطر مأموریت طولانی تر را بپذیرد؟ بانک رئیس جمهور آمریکا از کاهش و خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان تا کمتر از دو ماه دیگر خبر داده است، اما ناتو و بیشتر کشورهای اروپایی چون آلمان و فرانسه با هر گونه کاهش در شمار نیروهای خارجی در افغانستان مخالفت نشان دادند. اول دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که نزدیک به 8000 تن در افغانستان به ویروس HIV یا بیماری ایدز مبتلا هستند. در همین حال برنامه ملی کنترل ایدز میگوید که تنها امسال 3033 رویداد مثبت HIV در کشور شناسایی شدند و 1089 بیمار زیر درمان هستند. وزارت ستامه ایدز را یک بیماری مبهم و خاموش میداند و هشدار میدهد که اگر باورهای سنتی که درباره این بیماری وجود دارند از میان برداشته نشوند، این بیماری گسترش خواهد یافت. فریبا سادات گزارش میدهد. این مرد که نمیخواهد در برابر دوربین با ما سخن بگوید و حتی اجازه نمیدهد که نام از او برده شود، میگوید 5 سال میشود که به بیماری ایدز مبتلا شده است. حتی آگاهی مردم موشما پایین است، یک چیز دیگه فکر میکنن. اگر نه گفتم مردم پیشتر هم ذکر کردم که جی که تبرکلوز مریضیش ساری است. وزارت صحت عامه در روز گرامی داشت از روز جهانی مبارزه با HIV یا بیماری ایدز این بیماری را خطرناک می داند. می گوید که تا پایان ماه عقرب سال روان 3033 رویداد مثبت ایدز در کشور ثبت شدند. وقتی که در مورد آمار واقعات توبرکلوز شک داریم که در برابر این چالش های صحی هیچ ننگ و آر اجتماعی یا استیگما وجود نداره و مردم خیلی راحت می تانه آمار ثبت کنه، شک داریم، پس مطمئن باشین که آماری که در HIV پیش ما موجود هست متاسفانه بیانگر واقعیت شوم موجود در جامعه نیست. زموږ په هیواد کې دغه ناروغي په یو خاموشه او غلی صفحه کې پر مخ روانه ده. ارقام هر ورځ د تغییر په حالت کې دي. لبل پلوه HIV ناروغانو سره بد سلوک د دې سبب شوی چې ډیر ناروغان صحی مراکز ته مراجعه نه کوي. سازمان جهانی بهداشت آمار مبتلایان ایدز را در کشور نزدیک به 8000 تن میگوید. بر بنیاد تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت و بخش ایدز سازمان ملل متحد، 7794 انسانی که با HIV زندگی می‌کنند در افغانستان به سر می‌برند. در سال روان برنامه ملی کنترل ایدز بیماری‌های مقاربتی و هپاتیت تنها 3033 رویداد مثبت ایدز را تشخیص کرده است که 75% آنان مردان، 25% زنان و متاسفانه نزدیک به 6%شان کودکان هستند. شماره از پزشکان میگویند که مردم نباید از بیماری ایدز شرم داشته باشند و اگر علایم را میبینند باید به مرکزهای صحی مراجعه نمایند تا از افزایش بیماریشان جلوگیری شود. امروز تداوی در افغانستان رایگان وجود دارد. به کمک صندوق وظیفه جهانی با هماهنگی سازمان صحی جهان، وزارت صحت عامه چندین مراکز به شمول کابل، هرات، خوست و بلخ امروز این مراکز دارد. هر کسی که مشکوک میشه اول باید به تست معاینه برد.
عرق شبانه، تب دوامدار، اسهال مزمن، بروز لکه های سفید مداوم یا زایات غیر معمول در زبان و یا دهان، خستگی مداوم و مبهم، کاهش وزن و خارش و یا برآمدگی بر روی پوست از علایم بیماری ایدز هستند. در ادامه تا چند لحظه دیگر، خواست نابینایان در هرات بر رسیدگی به مشکلاتشان. ادامه خبرها. پس از افزایش تنش‌ها میان استرالیا و چین بر سر جنایت‌های سربازان استرالیایی در افغانستان، نیوزیلند پشتیبانیش را از استرالیا اعلام کرد. نخست وزیر نیوزیلند میگوید که نگرانی جدیش را به مقام‌های چین درباره پخش یک عکس جعلی از یک سرباز استرالیایی رسانده. اما سخنگوی وزارت خارجه چین که این تصویر را جعلی نه بل یک تصویر دیجیتال میداند، بار دیگر جنایت سربازان استرالیایی را در افغانستان زننده میداند و خواهان عذرخواهی استرالیا از مردم افغانستان است. شمار از نابینایان در هرات میگویند که نبود سهولت‌های نخستین زندگی و برخورد نادرست برخی از افراد در جامعه آنان را از زندگی حتی ناامید ساخته. آنان همچنان از بی‌مهری‌های حکومت در رسیدگی به چالش‌هایشان انتقاد دارند. از این میان شمار از نابینایان که در دانشگاه‌ها سرگرم تحصیل هستند، خواهان فراهمسازی زمینه آموزش و تحصیل یکسان به تمامی معلولان در کشور شدند. در ادامه، کسر بزرگ بازرگانی افغانستان با ازبکستان. در ادامه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری از کسر بزرگ بازرگانی با ازبکستان خبر می دهد. مسئولان این اتاق در نشست با مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع ازبکستان می گویند که امسال افغانستان به ارزش 3 میلیون دلار کالاها را به این کشور صادر کرده، در حالی که ارزش واردات از ازبکستان به 428 میلیون دلار می رسد. از سوی هم مسئولان حکومتی ازبکستان از بی‌تفاوتی های حکومت افغانستان در حل مشکلات بازرگانی با ازبکستان خبر می دهند. ذبیح‌الله جهانمل در این باره گزارش دارد. نشست نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ازبکستان و افغانستان درباره توسعه داد و ستد بازرگانی و حل مشکلات در این بخش میان دو کشور. در این نشست که از راه دور اما هنگ شده است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تفاوت بزرگ در بیلانس بازرگانی دو کشور را از چالش های بزرگ می داند و می گوید که حکومت ازبکستان باید زمینه های بهتر و آسان تر بازرگانی و ترانزیت را در خاکش فراهم سازد. مسائل ساده سازی، مسائل صدور ویزا، مسائل فراهم آوری فرصت های بسیار خوبی سرمایه گذاری در ازبکستان و همچنان بالمقابل در افغانستان. رئیس جمهور ازبکستان نیز درباره اهمیت افغانستان به مثابه کشور مهم بازرگانی برای ازبکستان، به ویژه در بخش پیوند دادن ازبکستان با آسیای جنوبی سخن زده است. به همین هدف ما تلاش داریم روابط بازرگانی من را توسعه دهیم. در همین حال سفیران افغانستان و ازبکستان در دو کشور بر بهبود روابط بازرگانی میان دو کشور تاکید دارند. شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه گذاری در افغانستان میسر بسازند. رئیس جمهور جلال نو رئیس جمهور اشرف غنی در تصمیمشون بسیار جدی است. همکارهای دو جانبه بین ازبکستان و افغانستان در ساخه های تجارتی، سرمایه‌ای، حمل و نقل و ترانزیت روز بر روز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر ازبکستان تلاش دارد که بیشترین کالاهای این کشور به افغانستان و از راه افغانستان به آسیای جنوبی برسد. سفیر ازبکستان در کابل میگوید که حجم بازرگانی دو کشور در سالهای اخیر به حدود 2 میلیارد دلار سالانه رسیده است. خواهید دید کشف نزدیک به 3 میلیون کهکشان توسط نیرومندترین تلسکوپ فضایی استرالیا.
ادامه خبرها. با وجود مخالفت حکومت پاکستان، هزاران تن از هواداران احزاب مخالف حکومت عمران خان در شهر ملتان یک گرد همایی بزرگ را برگزار کردند. این احزاب حکومت عمران خان را به حکومتداری بد و ناتوانی در عملی سازی وعده های اقتصادی متهم می سازند و خواهان کنارگیری او شدند. اما عمران خان این انتقادها را نپذیرفتند. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. نیرومندترین تلسکوپ فضایی استرالیا توانسته است که در 300 ساعت نزدیک به 3 میلیون کهکشان را کشف کند و چشمانداز کشف‌های فضایی تازه را وسیع‌تر بسازد. پیش از این نیرومندترین تلسکوپ‌ها این همه کار را در مدت 10 سال انجام می‌دادند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید که اسرائیل با کارگیری از ابزارهای برقی محسن فخریزاده مؤثرترین دانشمند هسته‌ای ایران را کشته است. با گفته او در محل رویداد هیچ مهاجم حضور نداشت و این ترور از راه دور انجام شد. با این هم چگونگی هوای فردای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل، فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 17 و پایین‌ترین آن منفی 1. پکتیا، فردا آفتابی بلندترین درجه گرما 13 و پایین‌ترین آن منفی 3. بلخ، فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 13 و پایین‌ترین آن 5. ننگرهار، فردا آفتابی بلندترین درجه گرما 28 و پایین‌ترین آن 9. کندهار، فردا آفتابی بلندترین درجه گرما 23 و پایین‌ترین آن 5. هرات، فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 17 و پایین‌ترین آن 6. کندز، فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 17 و پایین‌ترین آن 4. اکنون برنامه های تلو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا.نت و دریا نیوز قابل دسترس هستند. شب بخیر.